سلام سلام سلام، برنامه کتاب باز شروع شد. آقای مصطفی رحمان دوست، شاعر و نویسنده به کتاب باز، خیلی خوش اومدید. متشکرم. اومدیم اینجا کتاب بازی کنیم. ممنون که دعوت کردید. ممنون از شما که به برنامه ما اومدین و خیلی خیلی ما رو خوشحال کردید. شما برای نوه‌هاتون قصه تعریف میکنین؟ بله. تعریفم نکنیم وادارمون میکنن. قصه دوست دارن؟ هر بچه قصه دوست داره. اونم دوست دارن. اهمیت یعنی چیه که هر بچه‌ای، هر بزرگی، هر آدمی قصه دوست داره؟ چه راز و رمزی تو قصه است که آدم‌ها دوست دارن بشینن و یکی براشون قصه بگه؟ حالا روانشناسا میگن که توان تحمل انسان در شنیدن مثلا بیشتر از خواندنه. واژه‌های شنیداری بیشتر از واژه‌های خوانداریه. خیلی ممکن ما مثلا این چیزی رو که میشنویم دو تا کلمه‌ش هم نفهمیم، ولی کلیت کار به دستمون میاد. این خیلی کوچیکه. به اعتقاد من در قصه گویی یک راز عاطفی وجود داره، راز ارتباط چهره به چهره، ارتباط چشم در چشم و خیال انگیزی زیاد. قصه‌ای که از رادیو از تلویزیون پخش میشه فقط اون خیال انگیزی رو داره، ولی وقتی که قصه چهره به چهره باشه این ارتباط خیلی وسیع‌تر میشه. اتفاق عاطفی، ملاقات دو تا چشم با هم، ملاقات دو تا چهره با هم پیش میاد. خانه‌ها اینا در خواندن همش به عهده خود طرفه، هم زحمت خواندن داره، همین که باید این حس‌ها رو در درون خودش ایجاد بکنه. اگر یه قصه‌گوی ماهری باشه میتونه خیال‌ها و حس‌ها رو با سکوتش، با حرکتش، با پایین و بالا آوردن صداش به وجهی ایجاد کنه که خاطره بسازه. من به اغلب کسانی که تو کارگاه های قصه گوییم هستن میگم که خاطره بسازید. ممکنه قصه‌ای که شما میگید و پیامش تو ذهن مخاطبتون نمونه، اما خاطرش میمونه. الان این چیزی که گفتین واقعا من داشتم تمام مدت فکر میکردم، دیدم که هم من هم کسایی که دور و برم میشناسن آدم‌هایی رو، کسانی رو که برامون قصه تعریف کردن دوست داریم. یعنی محال کسی برای ما تو یک مقطعی قصه گفته باشه، وقت گذاشته باشه، نشسته باشه و برامون یک جهانی رو ساخته باشه و الان توی مهرش کنج دلمون ننشسته باشه. خیلی عجیبه. ما قصه بگیم باعث میشه که دوست و دوستدار پیدا کنیم. نه، اصلا قصه بگیم عاطفه رو گسترش دادیم. من یه مجموعه قصه بسیار کوتاه ریتمیک دارم به نام بازی با انگشت ها که خواستم پدر و مادرها دست بچه رو بگیرن، با انگشتاشون بازی کنن توی خونه که اندازه مثلا کف دست بود. عروسی هم بود. اولی گفت من عروسم، میرم که گل بچینم و الاخر. علاوه بر این ارتباطی که شما میگید باعث میشه تو ذهن آدم بمونه که این فرد وقت گذاشته، در حقیقت خاطره ساخته، ارتباط عاطفی دست به دست هم دادن هم پیش میاد. ما وقتی به هم دست میدیم در حقیقت انرژی به هم پاس میدیم، نگم پاس میدیم، رد و بدل میکنیم. بله، منتقل میکنیم. منتقل میکنیم. وقتی کسی دستشو میاد به دست من میده، بچه‌ای که من براش قصه میگم و با انگشتاش بازی میکنم، این خودش میشه یه خاطره، میشه عاطفه، ایجاد عاطفه، ایجاد دوستی. در دنیا قصه گویی به عنوان یک رسانه بسیار مؤثر الان مورد توجهه. جمعیت ها، انجیو ها و فستیوال های بزرگی برای قصه گویی تشکیل میشه. مسابقات بین المللی تشکیل میشه.
کتاب‌های بسیار زیادی درباره قصه گویی نوشته شده. حتی قصه گویی به عنوان تکنولوژی آموزشی به شدت مورد توجهه. یعنی من کتاب‌های دیدم و دارم که میگه ریاضیات رو چطور با قصه گویی به بچه‌ها یاد بدیم. ادبیاتی که مسلماً میشه یاد داد. قصه گویی رسانه بسیار مؤثر، بی‌خرج و پرعاطفه است و خاطره‌ساز. افزون بر همه اینها امروز ثابت شده که کشورهایی در بالا بردن سطح مطالعه جمعیتشون موفق بودند که قصه گویی به عنوان یک سنت همیشه در خانواده هاشون بوده و از بدو تولد برای بچه ها قصه می گفتن. ما یه آزمایش حدود 20 سال پیش انجام دادیم روی 11 تا خانم باردار که داوطلب شده بودن با ما همکاری کنن. دیدیم قصه گویی در روی جنین به دنیا نیومده هم تأثیر داره. شعر وقتی برای یک جنین به دنیا نیومده خونده میشه، موسیقی شعر باعث حرکت میشه. قصه وقتی با هیجان گفته میشه، اونجایی که تند گفته میشه، آهسته گفته میشه، حتی برای بچه‌ای که به دنیا نیومده. حتی برای بچه‌ای که به دنیا نیومده. آقای رحمان دوست، باورتون نمیشه که با این موی سفید الان چقدر دلم برای مادرم و مادر بزرگم تنگ شد. اصلا خیلی ها. یعنی یاد اون دوره‌ای که همین انگشتار رو اینجوری میکردن برام قصه میگفتن. خب همینجا بذار بگم آی مردم، اگه میخواییم به یادتون بمونن حتی وقتی که موهاشون سفید میشه، قصه بگین برای بچهاتون. اجازه میدین پس منم یه چیز به دوربین بگم؟ بگو. آی مردم، اگر میخواین که به یادتون بمونن، قصه بگین برای بچه هاتون. قبول نیست، تکراری بود. خب آخه قصه هام تکرار بشه اشکال نداره. نه نه، قصه ای که دوست داریم و هی میگیم دوباره همونو بگیم. همین یه رازه، همین یه رازه. قصه معمولا به این دلیل جالبه که نمیدونن بعدش چی میشه، میخوان بشنون که ببینن بعدش چی میشه، انتظار آفرینی داره. اما بارها و بارها برای هر پدر مادری که قصه میگه اتفاق افتاده که بچه ازشون میخوان یه قصه رو 10 بار بگن. حتی اگر خسته باشن یک تکش رج برن، مچشون میگیرن. نه، اینجاشو نگفتی. پس قصه فقط پیامش نیست، قصه فقط ماجراش نیست، قصه گویی فقط پیام و ماجرا رو انتقال نمیده، اتفاق عمده تری در قصه گویی میفته. حیفه دیگه از این کم هزینه تر. ولی یه سوال، شما به عنوان متخصص قصه رو برای یک نفر گفتن یا برای یک جمعی گفتن فرق داره؟ آره، ببینید، من کارگاه‌های بسیار زیادی داشتم برای پدر مادرها، برای مربیان، حتی برای راهنمایان موزه ها که یادشون میدم چگونه قصه بگن. چرا خوب که برای راهنماهای موزه ها خیلی خوبه که قصه هاشو برام آره، بگن. آره، شی موزه رو گرفتم براش قصه ساختم، گفتم وقتی به بچه میگید که به دانش آموزی که میاد میگه مثلا این تابلو در سال فلان به واسه فلان رو، چی تو ذهنشون نمیمونه؟ حال بیا براش قصه بساز، اون تو ذهنش میمونه. قصه برای فرد گفتن وقتی در حد پدر مادر، پدر بزرگ مادر بزرگ، برای یه بچه، دو بچه، سه بچه گفته میشه، اون عاطفه سابقی که بین این افراد هست باعث میشه که خیلی از فنها پوشیده بشه، نیاز به فن، نیاز به مهارت پوشیده بشه. اما وقتی یه مربی، یه کتابدار، یه مربی موزه میخواد برای یه عده قصه بگه، نیاز به این داره که تکنیک ها رو یاد بگیره، مهارت ها رو یاد بگیره. حداقلش ببینه چطور میتونه همه این بچه ها رو جمع کنه، توجهش رو به خودش جلب کنه. چجوری میشه این تکنیک ها رو یاد گرفت؟ خب دیگه میخوای من مغازم رو تعطیل کنم؟ بابا من فوتوفندش رو درست نمیم. اولین کتاب درباره قصه گویی رو من تو ایران نوشتم و بعد جلوش رو گرفتم، بعد از 7-8 بار شاب شد گفتم بزنید تجدید نظر کنم، چیز جدید بنویسم، که البته هنوز موفق نشدم اونو. ببینید این خودش یه مهارته که باید آموخته بشه. کجا بایستیم؟ کجا سکوت کنیم؟ کجا حرکت کنیم؟ کجا صدامون رو ببریم بالا؟ وقتی یه نفر سر جلسه قصه گویی من چرت میزنه چطور بیدارش کنم؟ همین یک نفر، چون میدونی که چرت مصریه دیگه، ممکن بقیه هم به چرت وادار کنه. یه دونه تکنیکش یاد بدین که وقتی یه نفر داره، یه دونه است دیگه، این که یکی داره چرت من اگه بزن. بخوام یه نفر رو از خواب بیدار کنم، همونطور که دارم قصه میگم، مثلا در باغ سبزی پربار زیبا یک جوجه گنجشک آمد به دنیا، میبینم یکی خوابش برده، صدا میارم پایین تر،
میگم بال و پری زد خورشید را دید، دل بسته شد بر میپرون و وقتی از خواب پرید به چشم اون نگاه میکنم دیدار خورشید. یک مدت انگار فقط برای اون قصه میگم، یکی از راهاشه. این که آدم گچه بزنن تو کلش هم یه این کار معلمای قدیمی بود، معلمای امروز هم این کارو نمیکنن. این که آدم نگاه بکنه با یه نشونگیری دقیق گچه بزنن، ولی به هر حال بیدار میکنه. حالا اتفاقا وقتی قصه جذاب باشه بچه‌ها زیاد خوابشون نمیبره، چون قصه آدم بزرگان که زیاد گوش نمیکنن و به نمیدونم چورت و خواب میفتن. تا حالا برای آدم بزرگام قصه گفتم؟ آره خیلی قصه گفتم برای آدم بزرگام قصه گفتم میگم، و اما اینجوری نیست. اگر قصه گو خوب قصه بگه و قصه مناسب انتخاب کنه هیچ کس چورتش نمیبره. من یه تجربه از چورت بردن مخاطبم داشتم بلد. که خب آدم وقتی میره گوش نمیدن خراب میشه خیلی یه بار در زمان جنگ رفتم جبهه، دلم می‌خواست برم خط مقدم، نمی‌ذاشتن من برم خط مقدم. دیگه رفتم اعتراض کردم و نه من می‌خوام برم، و گفتن که آقا جون مگه فقط اسلحه به دست گرفتنه؟ گفتم مثلا چی؟ حالا اون آقای فرمانده ما یه سابقه از من داشت. گفت برو خط مقدم برای رزمنده‌ها قصه بگو. خب من رفتم وسط دو نماز ظهر و عصر، گفتن بیا قصه بگو. شما جای من بودین دیگه نمیپرسم خراب بشه چه قصه ای میگفتین، ولی معمولا توی کارگاهام که میپرسم میگن قصه ایثار، شجاعت، فداکاری، فلان، اینا رو بعد میگفتیم، قاعدتا هم بعد نمیگفتیم. منم از همین قصه ها گفتم، اما یکی ذکرشو میگفت، یکی چرتشو میزد، یکی نماز قضاشو میخوند، نگاهی هم به من میکردن، قشنگ خراب کردن. وقتی برمیگشتیم به راننده گفتم که چطور بود حسین؟ خوب بود حاجی. این خوب بود حاجی به اندازه 50 تا فحش بود. دیگه اینقدر بهش خواهش التماس تو خدا بگو چی بود؟ آخه اینا چی بود تو گفتی؟ اینا همه همین هست که تو گفتی دیگه. اینا قصه خودشون رو اینجوری گفتن. آراست میگه. تصمیم گرفتم قصه دفعه بعد بگم که من رو بیرون کنن از جبهه. قصه عاشقانه ملک جمشید و ملک بهمن، دو فرمانده بزرگ پادشاه رو که هر دو عاشق دختر پادشاه بودن تعریف کردم. شاه نمیدونست به این بده اون شورش بکنه یا به اون بده این شورش بکنه، دخترش از این میانه برداشت. وقتی میگفتم مثلا دختر گیسش رو از قلعه انداخت پایین و این ملک جمشید داشت میرفت رو به بالا که برسه به دختر، همه سرا میومد بالا. گفتم یه صدای پای اومد برش کرد افتاد، همه سرا میومد پایین. وسط جبهه درست خط مقدم، جایی که واقعا هیچ جایی برای تفکر به زندگی معمولی نبود، یه قصه خیال انگیز افسانه‌ای به شدت گرفت. خیلی جالب بود برام، خیلی، و نکته داشت. یعنی اینکه قصه های تکراری که از زندگی خود اون آدم ضعیف‌تر باشه رو نباید برای آدم گفت. نه باید یه چیزی گفتم خاطره بسازه، کشف کنه. حتما بعد که برگشتم گفت دیدی این کارم کاره، میدونی چقدر بیسیم زدن، گفتن عالیه. دیدم من برای اینا خاطره سازی کردم. البته جاهای دیگه مثلا من تو کتابخونه ملی بارها برای بزرگترهایی که می اومدن کلاس مثنوی باشه مقدمه بر اون کلاس قصه های مثنوی رو گفتم، همان بزرگتر بودن. اما خودم دوست ندارم برای بزرگترها قصه بگم، دوست دارم برای بچه ها بگم. و وقتی برای بچه ها قصه میگم خودم احساس میکنم که دارم بزرگ میشم. چرا احساس میکنی دارم بزرگ میشم؟ نه به اون معنا که از بچگی فاصله میگیرم، احساس میکنم دارم چاق میشم، اینجوری بگم. چقدر خوش گذشت، چقدر خوب بود. منم چاق شدم الان. بله پس امشب وز کم کنیم. بزرگ و چاق شدم. یه دمنوش بخوریم یا چای به نظر؟ چایی که خونه خودمون پیدا میشه. بله پس دمنوش بخوریم که دیگه چاق تر بشیم. با اجازه. سلام، آیا میشه قصه یک زندگی رو در 90 ثانیه تعریف کرد؟
بله میشه. نزدیک به 7000 نفر از جاهای مختلف ایران با گویش‌های شیرین و دلنشین از سنین مختلف قصه زندگیشون رو در 90 ثانیه برای 21مین جشنواره بین‌المللی قصه گویی ارسال کردن. از بین این آثار 120 تاشون به مرحله نهایی رسیدن که 3 تاشون رو قرار داورها انتخاب بکنن و 3 تا رو قرار شما انتخاب کنید. کتاب باز رو تماشا کنید تا این 120 قصه زندگی رو از زبون قصه گوهاش ببینید و بشنوید و به اونا رأی بدید. یادم هر وقت بچه بودم وقتی میرفتم پیش مادر بزرگم با خوندن شعر شاد شاد خیر خیر تندرستی از من استقبال میکرد و بعد با زبان شیرین بختیاری به من میگفت الهه قشنگم دودر مهربونم بیا تالو بکن من سیزن تالو بکن من سیزن و من یکی یکی سوزنها رو برای مادر بزرگم نخ می کردم و مادر بزرگم اونا رو می زاشت توی جورابایی که از پنبه و پارچه کهنه پرشون کرده بود. تا زمانایی که کسی پیشش نبود که سوزن براش نخ کنه ازشون استفاده کنه. هر وقت می رفتم می دیدم بازم مادر بزرگم هنوز خیلی سوزن نخ کرده داره. پس چرا به من میگه بیا سوزن برام نخ کن؟ الان که چند سالی از نبودن مادر بزرگم میگذره فهمیدم نخ کردن سوزنها بهونه‌ای بود برای اینکه من بیشتر کنار مادر بزرگم بمونم. نخ و سوزنها دل من و مادر بزرگم رو چنان به هم دوخته بود که آلزایمر هم نتونست اسم من رو از خاطر مادر بزرگم ببره. ننه جونم همیشه به یادتون. به نام خدا. سلام، امروز اول مهره و من آلیا بندری 8 ساله دارم میرم کلاس دوم. این دوست صمیمی من هریانه که مثل من شاد و خوشحاله، اما بعضی ها نگرانن، بعضی ها هم گریه میکنن و بعضی ها محکم چسبیدن به مامانشون. این یه قصه واقعی از زندگی من و تمام بچه های این ایران زیبا مونه که امروز به مدرسه آمدن. خدا نگهدار. بسم الله الرحمن الرحیم. یکی بود یکی نبود، غیر از خدای مهربون هیچ کی نبود. یه بچه خریگوش شیطون و بازی گوش و که گوش به حرف پدر مادرش نمیداد رفت تو جنگل. اینقدر رفت و رفت و رفت تا راه خونشو گم کرد. یه دفعه دید خونش گم کرد. بابا جو راه خونمو گم کرد، حالا چیکار کنم؟ در همین موقع یه گرگ بدجنس و بزار چشمش به خرگوش بچه خرگوش افتاده، چنان جهش و پرش کرد. عجب لقمه چرب نرمیه، باید بخورمش. چنگالاشو فرو کرد تو بدن بچه خرگوشی، دندوناشو فرو کرد تو بدن بچه خرگوشی. بچه خرگوشی فریاد زد ماما جو نجاتم بدید. یه دفعه بچه خرگوشی از خواب پرید. پدر مادرش اومدن گفت چی شده پسرم؟ گفت بابا جو دیگه گوش به حرف شما میکنم، خوب بود که خواب بودم، خواب دیدم گرگه منم حمله کرد، دیگه گوش به حرف شما میدم بابا جو. آره بچه ها باید گوش به حرف پدر و مادر بدن، گوش به حرف بزرگترها بدن تا گیر چنین دشمنانی نیفتن. تا روزی دیگر بر قصه دیگر همه شما رو به خداوند یکتا میسپارم. خداحافظ. یک روز صبح بهاری عنکبوت خانم داشت تار میباخت. وقتی تارش با نفجه قایم شد تا غذایی در تارش گرفتار شد. ناگهان پروانه زیبا و خوشرنگی که از آن دورها میومد و حواسش به تار عنکبوت نبود در تار عنکبوت گرفتار شد. عنکبوت خانم خودشو به پروانه رسوند و با خوشحالی گفت خدا رو شکر که امروزم غذای من آماده است. پروانه خانم که ناراحت بود گفت
من باید به بچه‌هام برسم. اگر تو منو بخوری بچه‌های منم تنها میشن. دلت میاد که یکی تو رو بخوره و بچه‌های تو تنها بشن؟ عنکبوت خانم میگفت بگرد و با خودش گفت پروانه راست میگه، اگر من اونو بخورم بچه‌های اون تنها میشن. او عنکبوت پروانه را آزاد کرد و پروانه از او تشکر کرد و پروانه و خانم عنکبوت برای همیشه با هم دوست شد. لطفاً از بین قصه هایی که تماشا کردید گزینه قصه گوی محبوبتون رو به شماره 30052 ارسال کنید. آقای رحمان دوست، تو بخش قبلی گفتین که NGO های قصه گویی تو دنیا هست. یعنی چی NGO قصه گویی؟ یعنی قصه گوها دور بر هم جمع میشن، سندیکا تشکیل میدن، بلیت میفروشن، سالن اجاره میکنن، مردم بلیت میخرن میان قصه گویی گوش واقعا میکنن. واقعا مردم بلیت میخرن میان قصه گویی؟ بله میکنن. بله این کارو میکنن. بعد چه جوری قصه میگن؟ بریم تو اینترنت جستجو کنین پیدا میکنین. این نشون میده این رسانه خیلی جاذبه داره. ببینید الان شما کارتون رو پخش کنید برای بچه‌ها، حالا اونا برای بزرگا این کار میکنن، بعد باز ما این کار رو توی این کاخ گلستان دیگه توی خیابان سپه اونجا این کار انجام دادیم با آموزش پرورش منطقه 11. بچه‌ها رو میگفتیم یک ساعت میآوردن، یک ساعت و نیم میآوردن برمیگردن. به بچه‌ها دم در میگفتیم که شما فقط امکان یک گزینه یا دو گزینه دارین، یه جا ورزش هست، یه جا قصه گویی هست، یه جا کارتون پخش میشه، یه جا نقاشی میشه، اینجوری. و اینو بعد انتخاب میکردن. بالای 70% قصه گویی رو انتخاب کردن. این اتفاق در بزرگسالی هم میفته. انسان نیاز داره به این که احساس کنه در جریان یه اتفاقی که در گذشته افتاده میفته و خودش در درون خودش به اون قضاوت درست کنه، قضاوتی که تأثیر بیرونی نداره. اگر من جای او بودم چی کار میکردم؟ قصه خوانی امکانو میده، ولی قصه گویی همونطور که قبلش گفتم با زحمت کمتری همینو میده. اگر چهره به چهره باشه که با نعمت بیشتری اتفاق میفته. چقدر هم میخواد یه دفعه تجربه کنم یکی از این قصه گوهای خوب بیاد یه قصه بگه و بشنوم. اصلا واقعا الان امشب شما کاری کردین که من واقعا نیاز به قصه پیدا کردم. ببینید حالا خوشبختانه تو کشور ما قصه چجوریه؟ بعض قصه گویی تو کشور ما الان از اون حالت سنتی که فقط انتظار داشتیم پدر بزرگ و مادر بزرگ بدن خارج شده. گفتم که یکی از کارهای عمده‌ای که من انجام میدم برگزاری کارگاه‌های قصه گویی در سراسر ایران بوده. یه زمانی مادران قصه گو را افتاد، خیلی حرکت خوبی بود، ولی متاسفانه دو سه دوره بیشتر اتفاق نیفتاد و قطع شد. بین مادران قصه گو مسابقه میذاشتن. جریان دائم قصه گویی که تو ایران بوده از حدود 20 سال پیش جشنواره قصه گویی است که کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان رو انداخته که شما بنیانگذارش. بنیانگذار که نه، ولی خب 20 سال پیش من اولین دبیر جشنواره بودم. من هر مدیر عاملی برای کانون اومده یه سری حرفایی که داشتم فکر میکردم به درد باشه بخور رفتم گفتم، اینم از اون حرفا بود. هنوزم آرزوم این هست که کانون پرورش فکری با این تعداد زیاد کتابخونه‌ای که در سراسر ایران داره هر کتابخونه‌شو تبدیل کنه به یک جایی برای گسترش قصه گویی. و حتی طرحی که داده بودم به کانون بدونی که هزینه‌ای به کانون تحمیل بشه این اتفاق میفته. جریان جشنواره قصه گویی که از 20 سال پیش شروع شد، اون سالی که من شروع کردم، فقط بین مربیان کانون مسابقه برگزار کردیم. بعد گفتیم پیشکسوت‌های قصه گو هم بیان قصه بگن بدون مسابقه، به همشون هم جایزه دادیم. پیرمردها، پیرزن‌ها، جوونا از شهرستان‌های مختلف اومدن و من اونجا تازه خیلی چیزا کشف کردم. مثلا یک ژانری که تا حالا هیچ کس بهش نپرداخته افسانه‌های مذهبیه. افسانه‌هایی که در سیره، در تاریخ هیچ جایی نداره، اما مردم اینا رو شنیدن، باش زندگی کردن و باش تصورات خودشون رو تقویت کردن و به ایمان رسیدن، به پارسایی رسیدن، بدون اینکه اصلا ریشه‌ای در
تاریخ مذهبی داشته باشه. حالا این تنها جریانی که تو کشور ما پایدار بوده این جشنواره قصه گویی کانونه که سال اول اینجوری اتفاق افتاد، سال دوم مردم عادی رو هم دعوت کردیم بیان قصه بگن. الان خب من دیگه در سالهای مختلف فقط شاهد بودم یا یکی دو سال داور بودم، امسال که شنیدم خیلی گسترده شده، 21مین دورش داره. بله امسال 21مین دورشه. امسال اومدن به مردم گفتن بیاین قصه های 90 ثانیه‌ای بگین برای ما بفرستین، و آماری که دادن خیلی آمار بالای شرکت کردن و این قصه ها رو گفتن و دارن داوری میکنن. برای پیرمردها و پیرزنها یک بخش جداگانه گذاشتن، برای جوانای بخش جداگانه گذاشتن، برای زیر 18 سال‌ها یک بخش جداگانه گذاشتن. این خیلی خوبه، این خیلی خوبه که باعث میشه قصه گویی به عنوان یک رسانه ای که میتونه در کنار تمام رسانه های دیگه و حتی قوی تر از اونها حرکت کنه اتفاق بیفته. آقای رحمان دوست، ما میخوایم توی کتاب باز تا جایی که میتونیم آثار رسیده به این جشنواره رو و همینجور برگزیده ها رو و بخش های مختلفش رو معرفی کنیم. عالیه. چون قصه گویی مهمه و همینجور که شما گفتین استقبال واقعا چشمگیر بوده و کل قصه گویی درجه یک با قصه های درجه یک و با گویش های درجه یک و با خلق و خواه و عادت ها و مدل ها و قیاف ها و متفاوت مختلف قرار بیان و قصه هاشون رو بگن و ما هم یه بخشایش توی برنامه. عالیه. ببینید در یکی از این سالها من دیدم از خارج هم چند تا قصه گو دعوت کرده بودن اومدن. خب منم به عنوان داور نشسته بودم نگاه میکردم، واقعا قصه گویی ما هیچی کم نداشتن. نه تنها کم نداشتن، به نظر من در بعضی از موارد به خصوص اونجا که به قصه های فولکلوری که خودمون میپرداختن از اونو جلوتر بودن. قصه گویی نیست که داد بیداد سر صدا نمیدونم تئاتر بازی کردن. چقدر خوب که اینو گفتی. این نیست. چقدر خوب شد اینو گفتی. آره قصه گویی نه داد بیداد نه اجرای تئاتر گونه است، اصلا نباید به تئاتر نزدیک بشه. قصه گویی القای روح قصه با کلمه است، حد اکثر تکون دادن دست. چشم. بل مسلمه که ارتباط چشمی حتمیه. این اتفاق تو این جشنواره قصه گویی افتاد در سالهای گذشته. یک قصه گوی خارجی اومده بود ایران، تگادوف، و در تالار وحدت قصه میگفت. این که میگم شاید 20 سال پیشه. ما رفتیم خود چه قصه میگه، رفت پشت میکروفون. Once upon a time درواز مولا، یکی بود یکی نبود، یه مولا نصرالدین بود. 4 تا قصه مولا نصرالدین گفت، آمد کنار، گفت این 36مین کشوری بود که من قصه گفتم. من رفتم ازش پرسیدم، گفتم چرا قصه دیگه نگفتی؟ گفت میخواستم بگم شما قصه خیلی خوبی دارین. این باور الان به قصه گویان ایرانی رسیده و این جشنواره این باور رو داده. تنها آرزوم این هست که این جشنواره فقط در جشنواره ختم نشه. خوشبختانه امسال در جشنواره ختم نشده، به جاهای مختلف سرایت کرده و همه رو به کار گرفته. اما خیلی دلم میخواد که تمام کتابخونه های کانون تبدیل بشه به یک پایگاه گسترش قصه گویی. حال چرا؟ چون مطمئنم که گسترش قصه گویی عامل بالا رفتن سطح مطالعه در کشوره، نرخ مطالعه رو بالا میبره. اون کشورهایی که نرخ مطالعه درشون بالا رفته برنامه های 6 ساله و 7 ساله و 10 ساله داشتن برای این کار. فقط با نصیحت که نمیشه، فقط با نمیدونم حدیث خوندن که نمیشه مردم رو وادار کرد به اینکه کتاب بخونن. اونم تأثیر داره، ولی اون که ایجاد یک علاقه درونی بکنه به کتاب خوندن، این یکی از عمده ترین راههایی که در کشورها اجرا شده این بوده که مردم رو وادار کردن از بچگی برای بچه قصه. آقای رحمان دوست، من یه اعتقاد دیگه هم دارم، مبنای علمی نداره، خیلی حسیه ولی عجیب بهش اعتقاد دارم. شما که استاد این فن هستید بگید که آیا درسته یا نه. من فکر میکنم اگه آدما برای هم قصه بگن و قصه بشنون و ما با هم بیشتر دور هم جمع بشیم و قصه های همدیگر رو گوش کنیم، بخشنده تر میشیم، کمتر قضاوت میکنیم،
و بیشتر همدیگر رو میفهمیم، ارتباطاتمون گرمتر و قویتر میشه، به هم نزدیکتر و صمیمیتر میشیم و جهانمون جهان صمیمیتری میشه. خب دیگه من هیچی ندارم بگم، خیلی خوبه. ببینید در بخش قبل خدمتتون گفتم که قصه گویی گسترش عاطفه است، گسترش مهربانیه. حالا چه مهربانی یک مادر با یک فرزند که فرصت نکرده. در یکی از این جشنواره قصه گویی گفتم نمیخوام دستتون رو بلند کنین که خجالت بکشین، هفته گذشته بگید چقدر چهره به چهره بچه‌هاتون نگاه کردین. و واقعا کمه، خونه ها کوچیک شده، 5 متری شده، اما نمیبینیم همدیگر رو. حالا اگه احیانا اینجوری بشه که ما همدیگر رو در یک گوشه یکی از همون اتاقای خونه هامون اینجوری ببینیم که برای هم قصه بگیم یا به قصه هم گوش بدیم، اتفاق خیلی مهمه برای گسترش مهربانی. برداشت شما درسته، سعی میکنم منم یه جایی ازش سوء استفاده کنم به اسم خودم جا. من اجازه میخوام که کتابایی رو که آوردین رو معرفی بکنم با خوشحالی و با افتخار. قشنگ کتاب تازه. بله اینا هر ستاش هم فلسفی تقریبا برای گریز از تنهایی. به 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 به. سفید بود، سفید تنها بود، کتاب نیستان، آقای مصطفی رحمان دوست نویسندش و تصویرگر خانم مریم حسنی. بله بسیار عالی، چه خوب که مایه های فلسفی داره و برای فرار از تنهایی. چقدر دلم میخواد بخونم. این تریزی آن تریزی یعنی چی؟ هیچ. یعنی این تریزی آن تریزی. من خواستم از دو زبان حرف بزنم، زبان مثلا این تریزی، همسایه هاشون زبان آن تریزی. من که ترجیح میدم به زبان آن تریزیایی صحبت کنم. نه حال این کتاب بخونید و هر دو تا زبان صحبت میکنید. نمیشه الله یه پس هم اینتریزیایی صحبت میکنم هم آنتریزیایی. مصطفی رحمان دوست تصویرگر، فرهاد جمشیدی، کتاب نیستان. و بعد شاخه ها در باد، به به، شاخه ها در باد و ریشه ها در خاک، کتاب نیستان، آقای مصطفی رحمان دوست تصویرگر، یگانه یعقوب نژاد. بله اینها آخرین کتابی است که از من در اومده، انشالله که هنوز باز توان داشته باشم بنویسم. حتما، ما که منتظریم بی صبرانه. جناب استاد رحمان دوست عزیز، ما اینجا سردیست بعضی از بزرگان ادب فارسی رو داریم، خواهش میکنم که به رسم یادگار یکی از این سردیست ها رو از کتاب باز قبول کنیم. باشه حتما بفهمت. خوشحال میشم. سردیست کیو میخواییم به من بدین؟ خودتون انتخاب بفرمین. حالا ببینم دیگه چی میخواییم. بله بفرمین، خواهش میکنم. من نمیدونم شما ها بریم اونجا. بله بفرمین. نمیدونم شما چی دارین. آها حالا ببینم کدامش. این شاعرام همه قصه گو بودن ها، قصه گفتند. خب اجازه بدید من رودکی رو بردارم که پدر شعر فارسیه، این هم شاعر قصه گو بوده. من اخیراً یه فرمی از قصه گویی رو پیشنهاد کردم به نام قصه گویی تعاملی، توی دو تا از کتابخانه‌های کانونم اجراش کردیم. انشالله یه فرصتی بعداً بیام درباره این نوع قصه گویی بگم که خیلی عالیه. حالا جالبه که من یکی از اولین قصه هایی که برام میگفتن قصه یکی از شعرهای رودکی بود. خیلی هم این قصه رو دوست داشتم که مادرم برام تعریف میکرد که قرار بوده شاه به بخارا بره. بله بله، بوی جوی مولیان. بله. آیت همین. و نمیرفته، هی باید میرفته اونجا، منتظرش بودن، هی نمیرفته. و شاعر رودکی شعری میگه که پادشاه دلش پر بکشه برای بخارا و بوی جوی مولیان آید همی، یاد یار مهربان آید همی رو میگه. و در ادامه شاه میگه سوار شین بریم بخارا، بدوین. بخش عظیمی از قصه های از شعرهای کلاسیک ما قصه های منظومه، بخش عظیمی از مولوی گرفته تا نظامی. و من واقعا از همین ها قصه گویی تعاملی رو گرفتم، چون ها خودشون با خودشون در شعرهاشون تعامل میکردن. بله مولوی هم پدر شعر رودکی، رودکی هم پدر شعر فارسیه هم پدر قصه گویی.
بسیار عالی. از قرن 3 و 4 پس ما سابقه شو داریم. من تو کتابم نوشتم که خیلی از اینا پیشتر داشتیم. تو کتاب قصه گوی اهمیت و راه و رسم آن سابقه شو بردم به خیلی خیلی پیشتر. من نبردم، خیلی پیشتر بوده. هیچ وقت ما از صحبت‌های شما سیر نمیشیم، هیچ وقت. اجازه میدین یه عکسی بگیرم که برای ما بمونه این عکس. 3 2 1 ایوه. این من باید یه روز قصه این دوربین رو برای شما بگم که چه بر سر من داره میاره، ولی آخرش بالاخره کارش انجام میده. درسته که گرفت. بله درسته. یه از اون دوربین پولاروید قدیمیه. بله خاطرات تلخی داره برای من درست میکنه، ولی هنوز منو خیلی شرمنده نکرده. ما توی این برنامه آرزومون اینه که مردم با هم حرف بزنن، کتاب بخونن، کتاب بخونن، برای هم قصه بگن. امیدوارم. آرزوی 40 سال کار منه. ارادتمندم. خیلی خیلی از حضورتون در برنامه ممنونم. متشکرم. خواهش می‌کنم. آقای احسان رضایی سلام. سلام عرض میکنم جناب سروش صحت نازنین و دوست داشتنی. ارادتمندم و خیلی شما... مشتاقم بدونم که این هفته قراره چه کتابهایی به ما معرفی کنیم. گفتم این هفته یکی از اون قرارهایی که میذاریم میگیم که کسی رو بعدا دربارش حرف بزنیم کتابی، یه دونه از اون قرارها رو فعلا عملی بکنیم تا بقیه شو تا تعداد زیاد نشه. آره همینطور بدهیم داره زیاد میشه. صحبت راجع به کورت وونگات کرده بودی اون شبی که درباره علمی تخیلی حرف زدی و شما یه حرفی زدی، من بر اساس اون فرمایش شما کتاب این دفعه رو آره چیدم و گذاشتم. چقدر عالی، چقدر عالی. گفتید که آره اون علمی تخیلی نیست. من گفتم علمی تخیلی؟ گفتی نه نیستش. و حرف شما درسته، حرف منم درسته. کتاب هایی هستن که توی چند تا ژانر میشه دستبندیشون کرد، یه ژانر نیستم. من امروز چند تا از این کتابا رو آوردم که راجبش با هم حرف بزنیم. که و ژانر پذیر نیستن. نیستن، زنده باد. یعنی از ژانرهای مختلف وام گرفتم و در این حال قصه خودشون رو گفتن. تو یه ژانر نموندن. از کورت وونگات عزیز و دوست داشتنی شروع بکنیم. عمو کورت. سلاخانه شماره 5 کورت وونگات، ترجمه علی اصغر بهرامی. این طرح جلدش الان البته عوض شده. من این طرح جلد چاپ 1 داشتم، فکر کنم الان دیگه یه بمب اتمی روی جلدشه و عوض شده این طرح جلد. آره. یه ذره معرفیش بکنیم. آره. بذار این یکم بگیم و با هم حرف بزنیم. یک کار دیگه از کورت وونگات به اسم گهواره گربه. بازم ترجمه آقای علی اصغر بهرامی که در واقع کورت وونگات رو با سلاخانه به ما شناسوندن و بعد ادامه دادن. رمان‌های وونگات ترجمه‌های مختلفی داره، حتی همین کتاب 2-3 تا ترجمه دیگه داره، ولی من پیشنهاد میدم به بیننده‌هامون که ترجمه‌های جناب بهرامی رو بخونن. خیلی مترجم خوب و چیره دستی هستن. وونگات فکر کنم هم رشته شماست، شیمی خونده. بعد یه چیز بامزه، بهش مدرک شیمیشو ندادن، برای اینکه پایان نامش هی تصویب نمیشد، میرفت قصه مینوشت به جای اینکه یه مقاله علمی بنویسه. وقتی که گهواره گربه رو نوشت، دانشگاه بهش دکترای افتخاری داد. این برای اینکه بدونیم که و خودش هم این دو تا کتابشو بیشتر از همه دوست داره. یه بار تقسیم بندی کرده کاراشو، ABCD کرده. خودش این کارو کرده. خودش گفته که کتابای منو میخواید بخونید، خب ضعیف داره، قوی داره، و اون قویاشو بخونید، ABCD. بعد این دوتا رو گذاشته A+. در کمال تواضع این کار کرده، گفته آخه واقعا هم A+. و واقعا هم اینطوری حق هم داره. داستان این دوتا کتاب به نوعی به جنگ جهانی مربوطه. اینکه اتفاقی در جنگ جهانی که خودش شرکت کرد، سلاخانه شماره 5 در جنگ جهانی خودش اسیر شد، اسیر آلمان ها شد، در شهر درسدن آلمان اسیر بود. اونجا متفقین که میخواستن هیتلر رو شکست بدن شهرهای آلمان رو بمباران میکردن و یک روز بمبارانی در شهر درسدن آلمان انجام دادن که بزرگترین کشتار جمعی بشره.
140 هزار نفر تعداد کشته های اون روز رو در یک روز رو میگن. هیچ کس دیگه اینقدر نتونست در یک روز بکشه که متفقی. جالبه که هیروشیما و ناکازاکی رو همه میدونن ولی این درستن رو هیچ کی دربارش کمتر صحبت شده. آره. و این کتاب درباره و این کتاب درباره اونه. خودش اون موقع اسیر بود در اون شهر. ببین چقدر تجربه زیستی که میگم واسه رمان نوشتن مهمه، چقدر جالبه. خودش اسیر بود در اون شهر، در یه سلاخونه دیگه جا نبود، در یه سلاخونه اینا رو برده بودن اون سرا رو، سلاخانه شماره 5، این محل اسارتشه. و این داستان، داستان خودشه در واقع، داستان اسارتش در اون شهر و شخصیتی به اسم بیلی پیلگریم که به معنی زائر هم هست، پیلگریم دیگه، بیلی زائر که چیزهای زیادی رو تجربه میکنه. یکی از تجربه های بیلی همینه که میره مثل ونگات اسیر میشه در سلاخانه شماره 5 و اون بمباران مهیب رو میبینه و یه جای داستانم با خود نویسنده حرف میزنه. یه توضیحی که بدم اینه که فکر نکنین که با یه کتابی که همش داره درباره مرگ و بمبارون و جنگ صحبت روبرو میشین، کتابیه که خیلی جاش میخندین، شوخ و شنگه، یه کتاب تر و تازه است که پر از قصه است و پر از این همون نگاه... جایی که گفتیم که ژانر تو ژانر نمیگنجه. این فقط ژانر تاریخی نیست، این داستان ژانر علمی تخیلی هم هستش. از آدم اهالی سیاره‌ای به اسم ترالفامادور حرف میزنه و سفرهای فضایی که میان بیلی پیلگریم رو میبرند اونجا روی نوع بشر مطالعه کنن. مفاهیم فلسفی داره، به نوعی رمان فلسفی. این ترالفامادوری ها میگه زمان براشون مفهوم خطی که ما داره رو اونها نداره و بنابراین وقتی یکی میمیره در یک بخش دیگه از زمان اونا دارن میبینن که زنده بوده، خیلی هم سرخوشه، خیلی هم میخنده، خوشحاله. برای همین وقتی میگن که کسی مرد، میگه که ترالفامادوری ها میگن بله رسم روزگار چنین است. و اصلا این ترجیبند کتابه کتاب میشه که با در مواجهه با خیلی از اتفاقا راوی کتاب میگه بله رسم روزگار چنین است. و بعدها ما میفهمیم معنی این جمله چیه وقتی که ترالفامادوری ها رو دربارش میرسیم. خیلی کتاب در واقع علمی تخیلی، جنگی هست، تاریخی هست، فلسفی هست. این کتاب تو ژانر نمیگنجه و طنز هست. آره. سرشار از طنز. آره. و یه چیزی هم که خودش میگفت، داستان پوست پیازیه، با الهام از 1001 شب ونگات داستانهایی میمیسه که مدام از دل یه داستان وارد یه داستان دیگه میشیم، از اون در میریم توی داستان دیگه و حالا بریم سراغ گهواره گربه. دوباره جنگ جهانی، دوباره اختراعی، یه داستان علمی تخیلی، پروفسور هونیکری که یخ نوح رو اختراع میکنه، مخترع بمب اتم هستش و یخ نوح رو اختراع میکنه که همه چیز یخ میزنه و در آخر داستان همه چیز یخ میزنه. داستان سیاسی هستش، سرشار از طعنه هایی هست به حکومت هایی که چطور مردم رو فریب میدن. حکومت آمریکا رو به طور مشخص داره نشون میده که یه در داستان در و باز یه طنزی داره، سرشار از طنز. اصلا دلیل موفقیت وونگات اونه که خیلی طنازه. برای که داستان‌ها خیلی وقتا تلخه و ما محزون شدیم ولی میخندیم، همزمان هم یه غمی به دلمون نشسته، هم یه تعجبی داریم میکنیم، هم لبخند رو لبمونه. بله، رسم روزگار چنین است. آره آره، اصلا واقعا رسم روزگار چنین. یه نامه ای هست که توی فضای مجازی خیلی دست به دست میشه، این چیه قضیهش؟ که ونگات توی سخنرانی برای دانشجوی دانشگاه هاروارده داره صحبت میکنه، اون کرم ضد آفتاب بمالی. این یکی از مثالهای خوبه سروش جان که ما به چیزهایی که در اینترنت میبینیم با یه سرچ ساده اعتماد نکنیم. این سخنرانی خیلی معروف و محبوب که شروعش اینه، میگه که میگه برای دانشجوهای جشن فارغ التحصیلی دانشجوهای MIT رفته و ونگات سخنرانی کنه و این سخنرانی را ارائه داد که شروعش اینه، گفتش بچه های عزیزم من بخوام الان چیزی براتون بگم، اینا حاصل تجربه های پیچ در پیچ زندگی خود منه، اگه کسی دیگه ای تجربه بکنه اون یه تجربه های دیگه ای داره و الان یه چیزای دیگه ای به شما میگه، بنابراین به حرفای من خیلی اعتماد نکنید، عوضش کرم ضد آفتاب بمالید، چون که تحقیقات اثرات مفید اون رو اثبات کرده و بعد کلی حرفای به درد بخوری کلی حرفای حکمت آمیز. آره. اصلا میزنه
ولی با مزهش اینه که این سخنرانی ونگات نیست. نیست نه؟ نیست. آخه خیلی الان همه جا هی سرچ کنید، یه ستون نویس واشنگتن پست اینو نوشته بوده و گفته بوده اگه من میخواستم نصیحت بکنم به جوانا چه نصیحتی میکردم و این سخنرانیه. ولی با اسم ونگات، با اسم ونگات در واقع باز نشده که بیشتر خونده بشه. دقیقا آره. دقیقا. خب اینو باید بذاریم برای برنامه بعدی. چقدر خوب که ما یه ذره درباره ونگات سر صبر حرف زدیم. چقدر خوب. ونگات واقعا خوندنیه، به خصوص بچه‌هایی که دوست دارن داستان نویسی رو تجربه بکنن. کتاباش خیلی آموزش‌های خوبی داره از این نظر. کلاس درس خوندن داستان‌های ونگات، و اونایی هم که دوست دارن فقط لذت ببرن از یک داستان خوب، حتما ونگات رو جزو لیست کتاب‌هاشون بذارن. به خصوص همین دوتا کتاب، سلاخانه شماره 5 و گهواره گربه، ترجمه آقای علی اصغر بهرامی. خیلی خیلی ممنونم ازت و خدا نگهدار.